خب بریم یه سر بزنیم به عناوین مهم روزنامه‌های ورزشی کشور. در مورد بازی پرسپولیس صنعت نفت آبادان هم صحبت قراره بکنم، یعنی بازیشون رو بذارم گلشون رو ببینید. در مورد استقلال هم این نکته رو بگم که باشگاه استقلال کماکان پول نداره که بازی دوستانه‌ای برگزار کنه، یا اگر هم بتونه بازی دوستانه‌ای برگزار کنه بازیکن نداره فعلا و این اوضاع اصلا به نفع استقلالیا نیست. و اگه فکر می‌کنید که فقط در مورد پرسپولیس صحبت می‌کنم، اینطوری نیستش. بریم روزنامه خبر ورزشی که آقای قربانی گفته آخر اسفند میتونم بگم سهمیه گرفتیم، رکورد شکنی کردیم اما حمایتی نیست. آره این متاسفانه حمایت نیست دیگه، فقط حمایتو گذاشتن تو فوتبال، حتی والیبال قهرمانی جوانانمونم اونطوری که باید شاید بهشون نپرداختن، بهشون بها ندادن، بهشون اون امکاناتی که باید رو فعلا در اختیار شاگردای مؤمنی مقدم قرار ندادن. حضور سرزده آقا کریم در محل تمرین پرسپولیس. آقای باقری بعدش اومد یه استوری گذاشت و گفت که قرار نیست برگردم. AFC قرمزا و گل محمدی رو سورپرایز کرد. پرسپولیس با VAR اجاره‌ای در آسیا، اگه خاطرتون باشه من چند روز قبلم گفتم آیا با نبودن VAR AFC یا تیمای عربستانی راضی میشن که پاشن بیان تهران؟ البته که نه، این اتفاق خوبیه، امیدوارم قانون تصویب بشه. سینا اسدبگی گفته که قرار نیست جدا شم، ترس از رونالدو و ستاره‌های تیم عرب استانی نداریم و دوست دارم روزی کاپیتان پرسپولیس بشم. بازیکنی که با اومدن سعید عزت‌اللهی شایعات حضورش اینکه در لیست مازاد یحیی قرار بگیره شنیده میشد، اما خب یه توفیق اجباری شد دیگه. شاید هم میلاد سرلک کلا سرباز بشه و جور اون خط هافک و خط میانی پرسپولیسیا رو همین سینا اسد بکشه. مرداد محمدی تخفیف داد تا به تیمش کمک کنه. پرسپولیسی سابق محبوب هواداری استقلال شد. قرار دادی که مرداد با حجت کریمی بسته بود و با باشگاه استقلال بسته بود 35 میلیارد تومان بود، دیروز جلسه گذاشت و راضی شد که 5 میلیارد تومان از دستمزدش کم کنه، حدودا میشه 600 هزار دلار دیگه. عدد زیادی، یعنی همون چیزی که تو لیگ ستارگان قطر هم میگرفت و داره اینجا میگیره، اما همین که راضی شد 5 میلیارد تومان کم بکنه اتفاق خوبیه. حجت کریمی گفته که خسرو توهم سرمربیگری داشت، حیدری میخواست قبل از نکونام استقلال رو ببنده به واسطه اینکه باجناقشو بیاره و صحبتایی که کردم تو ویدیو دیشب. مهاجم آبیا راه به ایرانوند رو میره. ارسلان مطری در مسیر فسخ یک طرفه با استقلال. میگم امیدوارم، حالا آقای خطیر که میدونست استقلال این وضعیتو داره، میدونست استقلال انقدر بدهی داره که اومد الان مدیر عامل باشگاه استقلال شده، این جوری باید رایزنی بکنه که هم هواداری استقلال رو راضی کنه. همیشه هم گفتم اتفاقا پیشکسوت پرسپولیس علی پروین دیگه بزرگتر داریم یا نه، یه مصاحبه داره میگه حال پرسپولیسیا خوب باشه، حال استقلالیا خوبه، استقلال تیم قوی داشته باشه پرسپولیسی ها متعاقبا قوی میشن و این به نفع تیم ملی فوتبال کشورمونه. بریم روزنامه بعدی که روزنامه گل باشه. با پول من 5 استادیوم رو تجهیز کنید و قسطی پس بدین. این پیشنهادیه که آقای آبدینی گفته و گفته که ربطی به تحریما نداره. نمیدونم چرا VAR رو نمیارن، سوالی که واقعا همه کارشناسا و پیشکسوتای فوتبال متفق القول دارن مطرح میکنن. کار نکونام هم به سرم کشید، این تازه اول عشقه، یه سنت خوب و نوظهور در فوتبال ایران، قدردانی به جای ناله و نفرین. امسال لیگ جذابی رو شاید خواهیم بود. اینو آقای علی موسوی گفته و گفته که هر بازیکنی که استقلال خواست به تیمای دیگه رفت. بله، چون استقلال پولی نداره. ابراهیمی 28 خرداد بس، نکونام 30 خرداد اومد. همیشه پای یه مدیر در میونه. در لیگ شانس قهرمانی داریم اما کار در آسیا سخته. این آقای وطنخواه گفته و گفته که از بس گفتیم مهاجم نداریم خسته شدیم. الان پرسپولیسیا ایسا رو دادن رفت، پریرا رو دادن رفت، شیخ دیاباته رفته، فقط چاوب زاهدی رو جذب کردن و قطعا یه مهاجم خارجی میخوان. از اسلام سلیمانی نام میبرن، علی علیپور شایعاتی که مطرح شده. حالا چند تا خبر دیگه هم در مورد مهاجمای خارجی پرسپولیس هست و حتی دفاع چپ خارجی پرسپولیس سعی میکنم تو ویدیوهای عصر بگم. فقط بچه‌ها لطفا همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. من همه ویدیوام 7000 نفر میبینن، اما منتها از اون 7000 نفر 10 نفر سابسکرایب میکنن، یعنی منی که اینقدر سعی میکنم به روز کار کنم، لطفا بزنید سابسکرایبو. بالاخره با ساپینتو برخورد شد یا نه؟ اوج هماهنگی در سئول، نوع برخورد فوتبال ایران با فساد داوری، جاروکن زیر فرش. بریم روزنامه بعدی که روزنامه ایران ورزشی باشه. آقای نور محمدی کاپیتان پیشین سرخپوشان دفاع وسط بود، اومده گفته که خوب نیست پرسپولیس فقط یه دروازه‌بان داشته باشه. رضا مهاجری سرمربی
خوبیه به قول حمید معمری خرم خیبرآباد. و چند خبر دیگر. در دیدارهای تدارکاتی فوتبال عصر امروز استقلال دوباری خیبر خرم‌آباد رو شکست داد. گفته که مربیگری در لیگ برتر رابطه میخواد. دو لژیونر با الاهلی و شارلروآ تمرین نمیکنن. قائدی و حسین‌زاده معطل، استقلال دمشون گرم. یعنی استقلالی الان مرداد گرفتن، مونده مهدی قائدی رو بگیرن و جذب یه مهاجم خارجی که استقلال حداقل تو اون خط حمله تیمشو ببنده. آرمان رمضانی و شهباززاده هم که دیگه باید جدا بشن از باشگاه استقلال. بهونه عجیب برای بازی‌های تدارکاتی بی‌فایده، چون به جام جهانی میریم با تیمای بزرگ بازی نمی‌کنیم. ادعای عجیب اوجاد کریمی علیه خسرو ایدری، اون می‌خواست برای استقلال تیم ببنده و اینکه میاد اوجاد کریمی میگه اون در حدی نیست و فلان. من دیروز هم گفتم اوجاد کریمی فقط می‌خواد بیفته بر سر زبان‌ها، فقط عقده دیده شدن داره که میان انقدر مصاحبه می‌کنه و گفته که آقا بعد از اینکه محرم تموم شد من سعی می‌کنم افشاگری کنم. اتفاقات خوبی نیست دیگه. تابستون چهارم یحیی سردتر از همیشه، پرسپولیس تیم آخر نقل و انتقالات. جذب مهاجم نوک در اولویت پرسپولیس. گزینه خارجی بعد از مغانلو و حتی علی علیپور، شایعات حضور مغانلو هم در پرسپولیس شنیده میشه. ولی خب این دیگه دستور از فولاد مبارکه سپاهان، یعنی کارخونه، اومده که اجازه جدایی مغانلو رو بدین، اما کی اجازه نمیده؟ محمد رضا ساکت و به شهریار گفته هر تیمی میتونی بری غیر از پرسپولیس، یعنی به تیم مستقیم بازیکن نمیده و منطقی هم هست. چرا؟ نمونه خارجیش تیم مورد علاقه خودم باشگاه تاتنهام، هری کین رو به باشگاه‌های انگلیسی نمیده و واسه همین میگه الا بلا باید بره بایرن مونیخ، اگر اونا هم تازه پول لازم رو بدن. تورنمنت اردن در مهر ماه قطعی شد. تیم ملی به کیروش میرسه. ردپای باشو، محبی و سیلوا در 39 گل استقلال. فرار گلزنا از چنگ نکونام. حالا امیدوارم که اتفاقات خوب بیفته واسه باشگاه استقلال. قانون یوفا و پول سد راه انتقال به میلان. اگه طارمی اروپایی بود حیف شد دیگه. خیلی کمرنگ شده شایعات حضور مهدی طارمی در ایسی میلان. بریم روزنامه ابرار ورزشی. آقای ورمزیار گفته که استقلال باید کم کم خودشو به شرایط ایدئال برسونه. مسئول مرادی گفته که داوره ایران نباید اشتباهات خودشونو با نبود وی آر توجیه کنن. آقای علی خسروی گفته که طرح بازنشستگی در 45 سالگی به داوره جوان امید میده. شکایت در جواب مصاحبه جنجالی. نزاع قلعه‌نویی و مایلی کوهن بالا گرفت. اشاره داره به شکایتی که امیر قلعه‌نویی از محمد مایلی کوهن کرده. آقای درویش گفته که مشکلات مالی اجازه نمیده تا به موارد فرهنگی بپردازیم. خسرو ایدری گفته که ساپینتو اخلاقش مشکل داشت اما بازیکن‌ها عاشق اون بودن. آقای نبی گفته که قرارداد قلعه‌نویی بعد از بازگشتش از ترکیه امضا میشه، چون آقای قلعه‌نویی خواهان امضای بلند مدت قراردادشه، یعنی میگه که تا جام جهانی بعدی باید با من قرارداد ببندین، اما فدراسیون میگه تا پایان جام ملت‌ها. فرشاد پیوز گفته که اگه پرسپولیس برای خط حمله خودش فکر کنه امسالم قهرمان خواهد شد. آقای عنایتی گفته از باشگاه‌هایی که به تیم امید بازیکن دادن تشکر می‌کنم. خداداد عزیزی گفته که حیف استقلال در کورس قهرمانی با سپاهان و پرسپولیس نباشه. صد باد موافقم آقای عزیزی. با پرداخت کامل مطالبات کوین یامگو در استقلال موندنی شد، یعنی جزو خوبی‌های علی خطیر بود. از نقاط منفی گفتیم، نقاط مثبتش هم بگیم. آقای گروسی گفته که هوادارا در این مدت با تموم وجود کنار نکونا و بازیکن‌ها بودند. ایتالیا، آمریکا، لهستان، ژاپن. اوج هیجان در نیمه نهایی لیگ ملت‌های والیبال. قهرمانی آزادکارای جوان ایران در آسیا. کارلوس آلکاراز هم گفته که تا نادال و جوکوویچ هستن شاهد دوره جدیدی در تنیس نخواهیم بود. فروتنی کرده. روزنامه شهرآرا چه خبر؟ داوره مشهدی با 4 سهمیه کمتر از سال قبل در دوره دانش افزایی پیشفصل داوره لیگ برتر فوتبال شرکت کردند. ماجرای سهمیه‌ای که سوخت. پیشنهاد 1 میلیارد یورویی PSG به امباپه، جنون در پاریس. شایعاتی که در مورد کیلیان امباپه مطرح شده، 1 میلیارد یورو بهش پیشنهاد دادن، ناز کرده، اونو نبردن به اردو. یعنی میخوام بگم مهدی کودکیه در باشگاه پاریس سن ژرمن. خیلی هم شاکی از دست کیلیان امباپه. حالا به خاطر اون بند وفاداری 40 میلیون یورویی که در قراردادش هست و گفتن اگه سال دوم بمونی
40 میلیون یورو بهت میدیم، صرف نظر از اینکه اون 40 میلیون یورو رو میگیره، سال بعد با فلورنتینو پرز به توافق رسیده که با مبلغ آزاد، یعنی مبلغ رایگان، به رئال مادرید بپیونده، که این اصلا به مذاق ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن خوش نیومده. اونانا چطوری میتونه منچستر یونایتد زیر نظر تنهاخ رو متحول کنه؟ آخرین قطعه پازل تاکتیکی شیاطین سرخ، دفاع مربی سازنده از عملکرد آزادکار جوان مشهدی، جوان کورتانیتزه کشتی ایران، اشاره داره به اون کشتیگیر معروف گرج. بریم روزنامه بعدی که عکس روز وضعیت اورژانسی در کمپ مرحوم ناصر حجازی، اعلام آمادگی قرمزا برای مصاف و یکی از مدعیان قهرمانی لیست پرسپولیس این هفته کامل میشه. منظورش با شهریار مقانلو، استقلال نه منابع مالی جدید داره نه بازیکنای مورد نظر نکونام رو، یخبندان پنجره تابستونی آبی، گزارش فرهیختگان از اما و اگرهای مجوز حضور بانوان در ورزشگاه ها، من اینیست اما بهانه همیشه هست، واقعا درسته. سرپرست نقل و انتقالات سازمان لیگ گفته که پنجره استقلال با رقمی به مراتب کمتر از فقط قرارداد بازیکنای جدید تیمای بدهکار ثبت نمیشه. بعد از منتفی شدن حضور در میلان، تارمی رقیب موراتا و مهاجم آرسنال در لیست خرید اینتر. روزنامه بعدی که روزنامه هدف باشه اینجوریه که جوانگرایی به سبک نکونام، چهار پدیده فوتبال ایران در راه استقلال، آریا برزگر، یاسین سلمانی، محمدرضا خالدآبادی، کسایی هن که لینک شدن به باشگاه استقلال، دوراهی سخت برای فوتبالیستای آپشن بگیر. حجت کریمی گفته که ایدری می‌خواستیمو ببنده اما یه اجازه رو بهش ندادم. ایدری گفته که پروژه تضعیف استقلال آغاز شده، تکرار قهرمانی جوانان آسیا با کسب 3 مدال طلا و 5 مدال نقره، خط نشون هندیا با کسب 5 مدال طلا، جدیدترین رنکینگ فیفا هم اعلام شد، آرژانتین در صدر، ایران در رتبه 22، دوم آسیا کماکان هستیم. خداداد افشاریان گفته که بزرگترین متضرر هر اشتباه خود داوره. خط فسخ یامگا از بیخ گوش استقلال گذشت، میلان قید خرید تارمی و زد و سراغ گزینه‌های دیگر رفت. جیان لوکو اسکاماکا کسیه که لینک شده به باشگاه و به زودی میره، بازیکن جوونی نوک پیکان خط حمله، در پریمیر لیگ بازی کرده، ایتالیاییه و تو مسابقات یورو هم من یادم بازیاش خیلی بازیکن خوبی بود. خداداد عزیزی گفته که اگه عابدزاده و باقری امروز فوتبالیست بودن 500 میلیارد می‌ارزیدن. صد باد موافقم آقای خداداد عزیزی. فشار کار استقلال نکونام رو زیر سرم برد، متولیان مبارزه با فساد و راند خودی نشون بدن. بابایای استقلال مشکلات مالی اجازه کار فرهنگی نمیده. آقای درویش گفته که شبا خواب راحت ندارم. شکایت قلعه‌نویی فدراسیون و احضاریه کمیته اخلاق. اتحاد مثلث علیه مایل کوهن حلالیت میطلبم. یه استوری رو منتشر کرد حسین قربانزاده و گفته که حالا من دیگه کار نمی‌کنم، البته که هنوز سمت خودشو در اقتصاد داره و گفته که پایان کار قربانزاده در خصوصی سازی. حالا امیدوارم اون وعده وعیدایی که داده بود تو برنامه فوتبال برتر عملی بشه. یعنی بعضی از مدیرا هستن، بعضی از آدما هستن، حالا من خودم تو رسانه هم اینجوریه، مطمئنم میان یه چند وقتی خودشون رو تو رسانه ها جا میزنن، میان تو تلویزیون دیده میشن، میرن ارگانای دیگه واسه خودشون سمت میگیرن. اتفاقی که میفته الان مجریای تلویزیون شما ببینید، حالا ورزشیاشون من اطلاع دارم، بیشترشون مدیر رسانه خیلی از تیما هن. یعنی همین تو رادیوی خودمون هم اتفاق افتاده، یکی از همکارای ما مدیر رسانه تیمای دیگه است، الان مدیر رسانه استقلال سعید اکبریه که مجری تلویزیون هم بود و این خیلی اتفاق خوبی. حالا سعید که واقعا شایسته است، سزاوار این سمت هست، ولی میگم بعضی از مدیرا اینجوریان. عزم جدی برای مبارزه با فساد و دلالی نمیبینم. نادر فریادچیران گفته که افتخار میکنم برای مبارزه با فساد به زندان برم. او پرسپولیس 2 صنعت نفت آبادان 0، چهارمین برد رفاقتی دیگه، جور اون نبود خط حمله پرسپولیسیا رو دفاع وسطای این تیم کشیدن. ببینیم با هم دیگه گلاشو. مافیای فوتبال هزار سر داره. این از محتوای امروز، امیدوارم لذت کافی رو برده باشید. بچا بزنید اون دکمه سابسکرایب اگه سابسکرایب نکردید. دمتون گرم، لایک یادتون نره فعلا.